اومدم در مورد اتفاقی که دیروز افتاد ازتون عذرخواهی کنم. یه اشتباهی شد. من فکر کردم که تو اونی، اما اون نبودی. شرمنده. نمیخوام در مورد من فکر بدی کنی. خیلی خوب، چرا اینجوری نگاه میکنی؟ میخوای عذاب وجدان بکشم؟ یه سوء تفاهم بود دیگه. برای هر کسی ممکن اتفاق بیفته. قرار نیست که عاشق تو بشم. خب دیگه، معذرت میخوام. خسته نباشی. ناراحت نشو، مت آزاد میشه، این کابوس تموم میشه. اگه تو رو ببرن چی؟ هنوز که نبردن. از حالا اینطوری نگو. جمیله، مت چطور پیدا شد؟ طغرل متر طغرل آورد. اونا چشمای منو بستن، بعدش بردنم پیش مت. بعدش چشمو باز کرد. مت روبروم بود. وضعش خیلی بد بود، لخت بود، کتکش زده بود، حالش خیلی بد بود. طغرل گفت اگه از عارف طلاق بگیری مته رو نجات میدم. تو هم قبول کردی؟ نه، گفتم مته رو از اونجا بیار بیرون ببینم، بعدش طلاق میگیرم. مته رو نجات داد، تو هم به وکیل وکالت دادم تا دادخواست طلاق رو بنویسه. چی کار میتونستم بکنم؟ نمیدونم میتونی درکم کنی یا نه، اما من چی کار میتونستم بکنم؟ چطور اجازه میدادم پسرم اونجا بمونه؟ من یه مادرم، باید یکی تون رو انتخاب میکردم. حالی تسلیم میشه مته، تو اولین دادگاه آزاد میشه. به احتمال زیاد من اینو نمیبینم. امروز یا فردا منو میبرن، احتمالا جایی میرم که مته بود. طغرل دست از تهدید بر نمی‌داره.
خودش خوب میدونه که وقتی متا آزاد بشه دیگه نمیتونه تهدیدت کنه. پس حالا نوبت منه. ازت میخوام یه قولی بهم بدی. چه قولی؟ طغرل کاری که با متا کرد رو با منم میکنه. برای اینکه مجبورت کنه ازم طلاق بگیری، بازم شرط و شروط میذاره، بازم تهدید میکنه، اما هر کاری کرد حرفشو قبول نکن. کاری که میخواد و نمیکنی، از من طلاق نمیگیری. طغرل هر کاری که با هم بکنه من مقاومت میکنم، اما اگه تو تسلیم بشی و بخوای از من طلاق بگیری، منو میکشی. طغرل هم میخواد همین کار بکنه. پس بهم قول بده. بهت قول میدم نظرم طغرل تو رو بکشه، نمیذارم تو رو بکشه. باز کنید. در رو باز کنید. چی شده؟ عارف یوجل تویی؟ آره منم. بیا بیرون. بهم بگید که با هم چی کار داری؟ دستاتو ببر بالا. دستاتو ببر بالا. با ما میای؟ چرا؟ هیچی نپرس. عارف، عارف، اجازه بدین یه چیزی بپوشم. لباسای شوهرتو بیار. بیار. حداقل برای تماشا تخمه می آوردی، نداری؟ حرفایی که گفتم رو فراموش نکن. هر بلایی سرم اومد باید مقاومت کنی. هر بلایی سرم اومد منصرف نمیشی. منصرف نمیشم. زود باش دیگه. بسه. را بیافت. در بزرگم کسی رو ندید. حواست بهش باش. باش. نگران چیزی نباش.
باشه، چرا اونجوری نگاه میکنی؟ میخوای عذاب وجدان بکشن؟ یه سوء تفاهم بود دیگه، برای هر کسی ممکنه اتفاق بیفته. قرار نیست که عاشق تو بشن. بهار، صبونه آماده است، بیا. بهار، با تو هم. ببین روز اولی دیر میرسی یا آبرومون میره. من با کی دارم حرف میزنم؟ تو هم دیروز شنیدی دیگه اون به هم چی گفت؟ گفت قرار نیست که من عاشق تو بشم. دیوونه، احمق، موجود بیچاره نفه. اون وقت من مثل احمقا فکر میکردم که هنوز دوستم داره، باور میکنی؟ بس دیگه بهار، پاشو ببینم، پاشو. ببین نونه تازه گرفتم، یه میز فوق‌العاده برات چیدم، زود باش پاشو. به خاطر یه موجود بیچاره از کارت نمون، پاشو. اون آدم خیلی بدیه، مگه نه؟ بله اون یه دیوه، اما تو مثل پری میمونی. آره آره، اما من آدمم، خیلی هم گشنمه، میرم صبونه بخورم. میخوای بیا میخوای نیا؟ وایستا باشه، اومدم. منم گشنمه دیگه، صبر کن. صدا همه جا غرق خون و اشک شده بود. در شرایطی که حاکمیت سیاسی در حال از بین رفتن بود، گروه های تروریست و خرابکار بر علیه دولت تضعیف شده ی ترکیه اعلام جنگ کرده و همه رو به خاک و خون کشیده بودن. مردم نمیتونستن از منازل خارج شده و جوانان به مدرسه برن. هر روز درگیری، تظاهرات و مرگ. تولیدات متوقف شده بود، کارخانه ها تعطیل شده بودن. کارگرانی که فریب حرفهای این آشوبگران مدعی طرفداری از عدالت را خورده بودند، از کارشان برکنار شده و اقتصاد فلج شده بود. روزهای سختی را پشت سر گذاشتند. خوش اومدی عثمان، خیلی متشکرم. خوش اومدی پسرم. لطفاً بلند نشین مامان جان، شنیدم داداش عارف رو بردن. منتظر بودیم تو بیای بهمون بگی، فقط تو یکی رو کم داشتیم. پلین این چه حرفیه؟ بیا پسرم، بیا بشین. بشین عزیزم. خیلی ناراحت شدم مامان جان، اصلاً باورم نمیشه. دیگه همه یه اتفاقاتی که تصورشم نمی کردم برامون عادی شده. نتونستیم بفهمین کجا بردنش، چرا بردنش؟ هیچی نمیدونم. وکیل گفت باید منتظر بمونیم، منتظر خبر اون. الو مامان. الو. بله. باید فعالیت اقتصادی در کشور از سر گرفته شده و دموکراسی آشفته امروزی بر پایه قوانین جامعه بنا گردد. باش. دولت به منظور کنترل و سازماندهی وضعیت مملکت ناچار به بازداشت شورشیان و ضبط اموال آنها می‌شود. چی شده مامان؟ وکیل بود. توانایی مقابله با. از عارف هیچ خبری ندارن. گران برای مقابله با نیروهای ارتش به همگان اثبات شد. ارتش کشور برای بهبود وضعیت کشور و همچنین برقراری مجدد امنیت و ایجاد آرامش برای مردم، مدیریت کار را به عهده گرفتند. گروه های تروریست و منافق به هلاکت رسیده و از افزایش خسارات وارده به کشور جلوگیری کردند. بخواب زمین. بهت میگم بخواب زمین. بهار، بهار،
بهار، بهار میخوام در مورد یه موضوعی صحبت کنم، میشه سوار چی؟ ببینم تو دیوونه ای؟ خب این چه سوالیه که میپرسم؟ معلومه که دیوونه ای، اما انگار این برات بس نیست، میخوای منم دیوونه کنی؟ مگه من چی گفتم؟ میخوام باهات صحبت کنم، مگه چیه؟ چرا این همه عصبانی میشی؟ تو دیوونه ای یا من؟ یه نگاهی به خودت بنداز. تو چه آدم پررویی هستی ها؟ مگه تو حرفاتو رک و راست و بدون رودرواسی و خجالت به من نزدی؟ بگو دیگه، بس کن دیگه. دیوونه شدی؟ دیوونم، دیوونم، آره دیوونم، دیوونه نزن. تو دیوونم کردی. بسه، بیا اینجا. مگه کری؟ کر عمته. مگه دستم بهت نرسه؟ تاکسی. کافیه گیرت بیارم، فرار نکن. وایسا تاکسی، تاکسی وایسا. بیا اینجا، فرار نکن. وایسا. خدای من دارم چی کار میکنم؟ پس منتظر چی هستین؟ تمومش کنین دیگه. لعنت تو به من مرتی که. شما کی هستین؟ تمامی مسئولین نظامی و امنیتی کشور که در قبال شرایط فعلی سکوت کردند در اولین فرصت من باید برم بیرون. میخوام برم مدرسه زهرا. منم میام. چه لزومی داره تو بیای؟ دارم میرم دیگه. پس منم دیگه برم. کاری از دستم بر نمیاد. مامان جان اگه به چیزی احتیاج داشتین بهم زنگ بزنین. سریع میام. باشه. خیالت راحت شد؟ برم لباسامو عوض کنم. منم یه سر به اموحالیت بزنم. منم همرات میام. نمیشه مامان. منم میام. میخوام بیام. بعدش هم میریم ملاقات مته. باشه، پس بیام. منم خودمو تا ساعت ملاقات میرسونم. اونجا میبینم تو. شبیه بالاخره صبح میشه دخترم، بالاخره میشه. سودش خیلی زیاده. از اونایی که ماه قبل پول آوردن بریم بپرسیم ببینین چقدر سود میده. اوه، خوش اومدین سرکار خانم کارولین، بفرمایید. خیلی ممنون دختر. تو باز اومدی به حسابت پول واریز کنی؟ نه، اومدم با تو حرف بزنم نریمان. بیا بیا کم حرف بزنیم با هم. تو به اکرام زنگ زدی؟ آره زدم. چطور مگه؟ تو بهش گفتی کارولین تو بانک ایبو پول واریز میکنه؟ آره گفتم. حالا چی شده؟ چرا این کار کردی؟ من تو بانک شما پول میریزم، این به نفع شما. آره جونم، تو چقدر خوبی. گوش کن چی میگم دختر. ما به پولای تو هیچ احتیاجی نداریم. گونی گونی داره برامون پول میاد، گونی گونی.
تو فکر میکنی من نمیدونم هدفت چیه ها؟ تو هدفت یه چیز دیگه است. بفرما خانم زرده. هری تو خیلی بیادبی نریم. مواظب حرف زدنت باش. من مثل جمیله نیستم ها. اصلا گولتو نمیخورم. تو فقط میتونی شوهر زنایی مثل جمیله رو از را بدر کنی، فهمیدی؟ تو چشمام نگاه کن ببین من احمقم. آره من نمیذارم شوهرم رو از را بدر کنی، نه خدا رو شکر دامادم. و دیگه آخرین بارت باشه که پاتو اینجا میذاری. هم از کمال هم از زیبا دور باش. اگه یه بار دیگه اینطوری بخندی اون دهن چروک شده تو همچین از وسط جر میدم. اون وقت میبینی شبیه چی میشی. اون وقت اونطوری دیگه هیچکی بهت نگاه نمی کنه. وای کمال ایبا. وای تو خیلی خنده داری. من شوهر و داماد تو رو میخوام، چی کار آخه؟ من که اونا رو نمیخوام. اگه میخواستم الان هر دوتاشون توی کیفم بودن. نه بابا، اون موقع من اون کیفو میکردم تو حلقت. انگار کمال رو به زور پیدا کردی. مسعوده که خودش رو چسبوند به ایبا. شما دوتا احمق باید خیلی مراقب شوهرتون باشین، چون اگه اونا رو از دست بدین دیگه شوهر پیدا نمیشه. هیچ معلومه چی داری میگی زنی که یه هرزه. ببین منو عصبانی نکن، همچین میزنم لتو پارت میکنم که کسی نتونه نجاتت بده. تیکه او پارت میکنم زنی که تو به من حسودی میکنی. اما چیکار میشه کرد، چون تو زشتی و من خیلی خوشگل. به چیه تو باید حسودی کنم؟ به موهات که مصنوعیه، ابروها مشاهد که مصنوعیه، انگار افتادی تو قوطی رنگ زرد چوبه زرافه. احمق موزه، ابله، گردن دراز، خپل. خدای من جلامو نگیری. تو میخوای شوهر کس را به در کنی؟ تو فکر کردی یه افزنی یه افزنی چه چونه نم؟ چه شوهر کس را به در کنی؟ 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 شما هم حواستون رو جمع کنید. برو کنار. به اندازه اون لباس خرسیه که میپوشی این لباس هم بهت میاد. تو اینجا با کی کار داری؟ با یه خرس. اتاقی که آینه داره همین بغله، بهتره بری اونجا. یه لحظه اجازه بدین میخوام بخندم. چند دقیقه دیگه کلاسم شروع میشه، لطفاً از اینجا بریم. نمیرم. گوش کنین آقا سونر، امروز اولین روز کلاسمه، لطفاً کاری نکنین که اخراجم کنن. ازتون خواهش میکنم بریم. نمیرم. گفتم کلاسم داره شروع میشه. باشه شروع بشه، منم به خاطر همین اومدم. چی شده، اشکالی داره؟ میخواین ایروبیک کار کنین؟ بله، مگه چیه نمیتونم؟ نه البته که میتونین، اما با این لباس نمیشه. آه درست میگی، پس میرم لباس مناسب میپوشم. این نزدیکی ها جایی هست که لباس ورزشی بفروشه؟ تو ورودی ساختمون یه مغازه هست که لباس ورزشی میفروشه. خب الان آماده میشم و میام استاد. وای خدا، بازم میخواد یه کاری بکنه. اون یه نقشه ای داره. پسر عزیزم مته. مته. سلام ماما. سلام پسرم. داداش خبر خوبی برات دارم. عمو حالیتو پیدا کردیم. اعتراف کرد که اون متاتو کشته. به زودی آزاد میشی داداش، دیگه چیزی نمونده. میته
داداش نرو. نرو مته، نرو پسرم. مته سب گوش کن. مته نرو. به حرفمون گوش بده. دخترم گوش کن. ببین اتفاقات زیادی برای مته افتاده. یه مدت طول میکشه تا همه چیزو فراموش کنه. به زودی از زندان میاد بیرون، همه چیز درست میشه. باید صبور باشی. باشه؟ اگه درست نشه چی؟ اگه دوستش داشته باشی میتونی، میتونی برای اینکه همه چیز خوب پیش بره تلاش کنی. نمیپرسی اگه درست نشه چی میشه. باید صبر کنی. همه چی درست میشه هیچ. میته تو رو دوست داره، میدونم. اونم داره صبر میکنه. باشه، منم صبر میکنم، منتظر میمونم. مطمئن باش ما هم تنهات نمیذاریم، چون ما یه خانواده ایم. تکون بدین. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 ادامه بدین. پاها به طرف این. 1 2 3 4 5 پاهاتونو کش بدین. 6 7 8 ادامه بدین. 1 2 3 4 5 6 7 8 حالا پهلوها. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 حالا یکم بیشتر بپری. 2 خوبه، ادامه بدین. 1 2 خوبه استاد اعظم، راضی هستی؟ آره خیلی خوبه، ادامه بدین. یعنی اگه بیشتر بهم توجه کنی شاید بهترم بتونم انجام بدم. واقعا میگی؟ باشه بذار ببینم. بفرمایید. باشه انجام میدم. دوستان آقا سونر الان یه حرکت خوب بهمون نشون میده، همه با هم تماشاش میکنیم. بفرمایین آقا سونر. ببینم دوستان همه باید نگاه کنن دیگه. چی شد، ترسیدی؟ نه بابا چه ترسی، البته که نترسیدم، فقط نمیتونم تمرکزم رو حفظ کنم. آهان تمرکز، مشکلی نیست، ما همه منتظرتون میمونیم. باشه باشه. باشه الان میتونم انجام بدم. حرکت چجوری بود؟ آه راست چپ راست چپ. اولین باره که این حرکت انجام میدم، برای همین یه ذره سخته. خیلی خوب، 10 دقیقه استراحت داریم. دوستان برین آب بخورین و بعدم همینطوری به خندیدن به آقا سونر ادامه بدین. خیلی زشته، حداقل یکیتون کمک میکردی، مثلا ورزشکاری. آخ کمره. سلام. سلام، خوش اومدین. اسین انگین دارین؟ آهنگ شادش رو آهنگ میخوام. شاد؟ خیلی خوب، باید اینجا باشه. آها بفرمایید. چنده؟ 20 لیر. خدا برکت بده. خدا حافظ. الو، یه لحظه لطفا. کارولین خانم خیاطتون، میخوام با اتون حرف بزنم. الو کارولین، منم هاکان. بله بفرمایید. مغازه متم. دیشب گردم بند افتاده اینجا، الان پیداش کردم. راست میگین، فهمیدم کدوم پارچه قرمز میگین. چه کار کنیم؟ اگه دوست داشته باشی تو کافتریا قرار بذاریم، یه چیزی با هم میخوریم.
نظرت چیه؟ باشه، حتما برای پروف میام. اکرام، من باید برم لباسم رو پروف کنم. سیگار بده بکشین. یاد شده میکشی؟ خسته شدم به خدا. چون تو میخوای لذت ببری ما باید دود سیگارتو رو تحمل کنیم. پس وایسی. چه خبرت من؟ کار میکنی؟ چی؟ شکمو بدین تو. 4 5 6 7 8 حالا اون یکی پا. 1 2 نفس. 3 4 5 6 7 8 دوستان برای امروز کافیه. جلسه بعدی میبینمتون. خسته نباشید. خدا نگهدار تا جلسه بعدی. شما رو هم جلسه بعد میبینم. آی خیلی سخت بود. آفرین دختر گلم. همه ی معلم ها ازت تعریف کردن. بهت افتخار میکنم. مرسی مامان جون. پس الان برام یه بستنی میخری دیگه. تو لایق بهترینای عزیزم. اما هنوز هوا گرم نشده. بخوری مریض میشی. مامان لطفاً یواش یواش بخورمش. بجای اون میتونم برات یه کیک بزرگ شکلاتی یا میوه‌ای بخرم. نه بستنی میخوام. باشه باشه عزیزم. اما فقط یه کم میخوری. باشه. به خوشکی شانس از دستمون فرار کرد. تفنگ منم برداشت. هی پیداش نکنیم بدبخت میشیم. زود همه جا رو بگردیم. زود باشیم. خوش اومدی. خیلی ممنون. بشین. مامان بحثنی فروشی اونجاست. باشه ندو عزیزم میخوری زمین. بندم کو؟ آه بگیر اینجاست. هاکان
تو باید یکم مؤدب باشی. بهتره تو گردن بندم و ببندی. راست میگی. من دیگه باید مؤدب باشم. اگر نه دوستتونو میکشم. هنگار مرده؟ هنوز نه. الو؟ بله.
سلام. چیزی شده؟ خسته نباشید. دنبال یکی به اسم عارف یوجل هستیم اینجا؟ نمیتونیم برین تو. برادر من فقط بگو اینجاست یا نه. ما نمیدونیم، از اینجا برین. پس برو یکی رو صدا بزن که میدونه. پرسیدم اینجاست یا نه. تونل خان ببینین، بهمون گفتن که درگیری شده و عارف یوجل فوت کرده. اگه ممکنه بگین که درسته یا نه. لطفاً به ما کمک کنین. ببینین زن و بچه‌ش اینجان، همشون نگرانن. من زنشم. ممنونم. شما نزدیکان عارف یوجلین؟ من زنشم. عارف یوجل بعد از دستگیر شدن تو راه خواسته فرار کنه. تو درگیری وقتی به پلیس شلیک میکرده متاسفانه جونش از دست داده. باید ببینم، باید عارف رو ببینم. نمیتونم اجازه. باید عارف رو ببینم. نمیشه، اجازه نداره. مردی که گفتم میخوام ببینمش، میخوام عارف رو ببینم. من اجازه دارم، من حق دارم این کارو بکنم. دوست داری اسلحت رو درار، منو بکش. شوهر من چجوری دعوا کرده ها؟ سربازا اومدن، همشون مسلح بودن. شوهر من هیچی نداشت، یه پارتو داشت، پیژامه باش بود. شوهر من چجوری چلی کرده، چجوری دعوا کرده، بگو. میخوام شوهرمو ببینم، بکش کنار، میخوام ببینمش، بکش کنار. خیلی خوب، فقط شما بیاین. مامان من میرم. خودم میرم. دنبالم بیاین. جمیل خانم، من تنها میرم. باش. باید از قبل بگم که وضعیتش خیلی بده، مخصوصا صورتش. اومده این شد مامان. دیدینش؟ چی شد؟
چی شد؟ ها؟ چی شده؟ چرا جسد رو تحویل نمیدن؟ مامان چرا تحویل نمیدن؟ میخوان چی کار کنن؟ چی میگن؟ ازشون سوال نکردین چرا جسد رو نمیدن؟ توضیح نمیدن، کسی چیزی نمیگه. از هر کی سوال میکنیم میگن که ما اجازه صحبت من نمیدونم مردی که مرده شوهرمه یا نه. صورتش معلوم نبود، بدنش دیگه باره بود. شاید به خاطر همینه میخوان بی سر و صدا خاکش کنن راحت شه. اجازه نمیدم بهش. اجازه نمیدم مامان کاری بکنم. خدا آروم باش. نمیدم من چی کاری بکنم. آروم باشی نمیذارم. خون سرد باش. آروم باش. آروم باشی. اجازه نمیدم. جمیل خانم، جمیل خانم، جمیل خانم، جمیل خانم، من جنازه رو تحویل بگیرم. هر کاری که از دستم بر بیاد انجام میدم، اما شما لطفا تو خونه منتظر بمونید. بسپریم. خیلی خوب، سلیمان حلش میکنه. من باز میکنم. ممنون، ممنون سلیمان، ممنون. عمو سلیمان، منم میام. نه، باید با آرامش و سکوت حرکت کنیم. اگه نیاز به کمک داشته باشم با تماس میگیرم. باشه، تا اون موقع تو خونه منتظر من بمون. آبجی بهار اومدن. تازه فهمیدم. خیلی ناراحت شدم. کاش تو هم میرفتی. احمد تنهاست. مامان بزرگ و زهرا پیششن. من میخوام پیش تو باشم. خیلی متاسف شدم. کاش کاری از دستم برمیاد. توی دوره‌ای هستیم که حتی از دست منم دیگه کاری بر نمیاد. تحمل کردن این اتفاقات به قدری سخته که کسی نمیتونه کمکی کنه. ما شما رو برسونیم. نه، زحمت نکش سلیمان، پیاده میرم. دیر شده. این موقع نمیتونی تنها بری. لطفاً. برخان. خواهش میکنم. باشه سلیمان، اما فقط به خاطر تو. اول منو برسون سلیمان. ببینم دنیز اومد پیشت، بهتون خوش گذشت؟ بله خوش گذشت، مثل همیشه. را بیافتی که سلیمان. برو از اینجا. پلین چی کار میکنی تو؟ از این رفتارهای بیمنه دیگه خسته شدم. خجالت نمیکشی نه؟ با چه روی پا میشیم یا اینجا؟ گمشو. بسه دیگه. دختر تو دیوونه شدی؟ من که با تو کاری ندارم، تو همش به من گیر میدی. با کارولین دیدمت، دیدم که داشتی گردن بند میداختی گردنش. به زودی انگشترم دستش میکنی.
بعدن در مورد این حرف میزنیم. الان اجازه بده میخوام مامانو ببینم. اون دیگه مادر تو نیست. پلین. پلین بذار بیا تو. مامان. خستم نکن پلین. بیا تو آکان. تو رو با کارولین دیده. به زودی متوجه میشه. بگذاریم. تازه شنیدم چی شده. برای داداش عارف خیلی ناراحت شدم مامان. چه کار میشه کرد ها؟ من چه کار میتونم بکنم؟ فعلا کاری نمیشه کرد پسرم. باید منتظر بمونیم. منتظر چی بمونیم مامان؟ شاید خبری شد. منتظر میمونیم. باشه. هر چی شد به من خبر بدین. باشه. اگه به من احتیاجی داشتین بگین. باشه. ممنون. خداحافظ. کردم. خودم رو کوچیک کردم. آکان با من کاری نداره اما من همیشه دلشو میشکنم. تو دلخوری؟ اما مامان دست از سر کارولین بر نمیداره. باشه میتونه با هر کی که بخواد قرار بذاره، به خودش مربوطه، اما چرا کارولین؟ تو این دنیا زن دیگه ای نیست. خب حتما نیست. هاکان هرچی بشه بازم نازتو میکشه. اون اصلا براش مهم نیست. بابا 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 نگاه کن خاله بهارم تو ماشین. جون راستش من باید دیگه. من باید برم عزیزم. باشه برو، من که نگفتم نرو. اما اول بیا تو. خاله نازی غذای خوشمزه درست کرده، اول اونانو بخوریم، یکم بازی کنیم، بعدش برو. اما من بدت نمی کنم دنیز. در هنوزم سر جای قبلیشه بهار خانم. بفرمایی. اکرام کجاست؟ حالشون خوب نبود. قرصشون رو خوردن و زود خوابیدن. الو؟ شب بخیر کارولین خانم. من خیاطتون حسام الدین هستم. شب بخیر. لباستون آماده. خیلی خوشگل شده. بکنم خیلی بهتون بیاد. خیلی ازتون ممنونم. پس فردا برای پروف میام. عالیه. به امید دیدار. چی شد؟ ازم ترسیدی؟ حواسم نبود که اینجایی. چرا بیدار شدی؟ یادم رفته یکی از دوره هامو بخورم. به خدمتکار میگفتی؟ خودم خواستم وردارم. تو خودتو خسته نکن. بشین. من قرصتو میارم.
کدومشو میخوای؟ اونی که تو قوطی قرمز هست. باشه. غذا حاضره، بفرمایین. آقا سونر یکم بعد میاد، گفت شروع کنیم. شروع میکنیم، بفرمایین. خیلی ممنون نازلی. من نمیخورم نازلی. بهار، شام اینجا موندی؟ اوه چقدر عالی. خیلی ممنون، نتونستم دل دنیزو بشکنم. اگه میدونستی مهمونمون قراره بهار باشه، غذای مخصوص آماده میکردی، مگه نه نازلی؟ بله، باید این کارو میکردیم. بهار، اگه از قبل خبر بدی که قراره مهمونمون بشی، نازلی برات غذاهای خوشمزه درست میکنه. لزومی نداره، چون از این به بعد دنیز میاد پیش من، مگه نده؟ نمیشه، یه بار تو یه بار من، نوبتی. آفرین دختر عاقله. میشه نمکو بدی؟ البته، بفرمایید. خیلی ممنون، زحمت شد. خواهش میکنم. خوشمزه شد. نوشت چونت. مامان جون بیا غذا بخور، امروز چیزی نخوردی. دلم نمیخواد دخترم، اما تو بخور، گرسنه نمیرم. تو نخوری از گلوی منم نمیره پایین. بذار رو میز، میام میخورم. بخور. باشه باشه. پلین صبر کن. الو، به تسلیت میگم جمیله. کار تو بود. تهمت نزن، من هیچ گناهی ندارم، تقدیر الهیه. خدا لعنتت کنه. نفرینم نکن، به زودی شوهرت میشه، این حرفو بهت نمیاد. عارف، اگه عارف مرده باشه، یعنی اگه واقعا مرده باشه. قبول کردنش سخته، اما واقعیت اینه که مرده. چجوری میتونی فکر کنی من باهات ازدواج میکنم؟ بردی که باید بگم که همش به این فکر میکنم. عاشقت شدم جمیله. حالید باید هرچه زودتر تسلیم بشه، هرچه زودتر. مته رو باید فوراً بیاریم بیرون. فکرم پیش جمیله خانم مونده. یعنی الان حالش چطوره؟ به سختی حالش خوب میشه. میخواست مته رو نجات بده اما عارف رو از دست داد. حتی جنازش هم تحویل ندادن. دنیز جون میشه امشب نزنم؟ آخه چرا؟ ببین ما روز بعدی رو گذروندیم، به خاطر همونه. خب بهتر آهنگ بزن تو حالمون خوب شه دیگه. باشه بده بزنم، گیتار میزنم ولی فقط یه آهنگ. تازه بهترم هست که نرقصیم، فقط آهنگ میزنم گوش بدیم. باشه؟ باشه. Alevden saçları aşınca karşı tepeden gölgeler sarar yamaçları, ürkerim gelecek geceden. Güneşin alevden saçları aşınca karşıki tepeden gölgeler sarar yamaçları, ürkerim gelecek geceden. Thank you.
hasretle günümü yalvarıp göklere. Bravo. من دیگه باید برم. نه رو دنیز، وقت خوابت رسیده. تازه منم فردا صبح باید برم سر کار. اگه میخوای یکم دیگه بمون، سلیمان میرسونته. خیلی ممنون، زحمت نمیدم. امشب و اینجا بخواب خاله بهار، با هم میخوابیم. زود باش دیگه، زود باش تو رو خدا. اما دنیز چون، گفتم که فردا باید برم سر کار. خب از اینجا میری؟ اما لباس کارم مونده خونه عزیزم. قبل از اینکه بری سر کار از خونه ورش میداری. خواهش میکنم، بریم دیگه. عروسکای جدیدم رو نشونت بدم. بیا دنیز. خیلی زرنگین سونار خان. لطف داری نقا سلیمان. الو. روز بخیر جمیل خانم. سلیمان، صبح بخیر. بگو ببینم خبریه؟ هست، اما متاسفانه خوب نیست. موفق نشدم جنازه رو بگیرم، نمیدن. خیلی متاسفم جمیل خانم. باشه، منم میام. بریم دنبال آقا حالیت. باشه، میبینم اتون. من میرم سونر خان، با من کاری داری؟ کار کن که حالیت به همه چی اعتراف کنه و دادگاه مته زود تشکیل بشه. مته هرچه زودتر باید بیاد بیاد. اصلا نگران نباشید. بعدش هم نوبت اون مردی که تغراله. حتما. خب دیگه میتونی بری. میبینم اتون. الو، عمو حالیت زنگ زد. مامو همه چیز رو به راه عثمان؟ آره، همه چی رو به راه. نگران نباشین، همه مخارج رو من پرداخت میکنم. نه، بهار خانم از چیزی خبر نداره، شما باید بهش بگین. پس همه چی همونطور که گفتم باشه؟ صبح خیلی بابا جون. صبح خیلی دخترم. بیا. عمو سلیمان نیست؟ عمو سلیمان زود رفت بیرون، امروز من میبرمت مدرسه. آخ جون. بفرمایید بهار خانم. خیلی بهارم مامون میاد، بعدش میبریش سر کار. آی نه 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 نه، من با تاکسی میرم. چرا؟ چون برای بابات زحمت میشه عزیزم. اگه خاله بهارت میخواد با تاکسی بره، باید به خواستش احترام بذاریم. دختر خوشگلم، مجبورش نکنیم. به زور که نمیشه کاری کرد. خیر، خواب صبحونم اونو بخوریم و بریم. Thank you.
برای آیدینم باید همه چی رو تعریف میکردم. یه دنیا رو کنار هم جمع کردم. آسمون، ابر، آدم ها، پرنده، درخت، باد. بلند شید بریم. الو، بله، خیلی ممنونم، ممنون. حالید به همه چیز اعتراف کرده، کوچکترین جزئیاتم گفته، دستگیرش کرده. وکیل گفت مطمئنم مته تو اولین دادگاهش آزاد میشه. چی؟ عارف باعث شد، کاش میتونست ببینه. مطمئنم داداش عارف اصلا دلش نمیخواست کسی بفهمه، از تعریف و تمجید شنیدن فرار میکرد. اصلا دوست نداشت کسی ازش تعریف کنه، خجالت میکشی، فرار میکرد، میرفت. وکیل گفت سلیمان خیلی کمک کرده، خدا میدونه چی کارا کرده. فردا یا پس فردا دادگاه مته است. خدا ازش راضی باشه. کلاس ایروبیک داشتیم، فکر کنم من اشتباه اومدم. نه کلاس داشتم، مطمئن. بله داشتین و اشتباه نیومدین، اما دیگه نیست. آهان، کلاس برگزار نمیشه. کلاس برگزار میشه اما ایروبیک نداریم. خب چرا؟ چون که حذفش کردیم. ای بابا، حداقل به منم خبر میدادین. حق با شماست، معذرت میخوام، اشتباه منه، باید خبر میدادم، اما یه دفعه ای شد، تصمیم گرفتیم که کلاس رو تغییر بدیم. باشه، خوبه،
خب خسته نباشین، من با اجازه تون. یه دقیقه بهار خانم، مربی تانگو شما هستین؟ نفهمیدم. شما آموزش تانگو میدین؟ من که مربی تانگو نیستم. آره تانگو بلدم، ولی تا حالا به کسی آموزش ندادم. باشه، حقوقتون رو دو برابر میکنم. چی؟ سه برابر. حقوقتون رو سه برابر میکنم، اما نرید. نظرتون چیه؟ چی میتونم بگم؟ خب باشه، قبولی؟ خیلی ممنون. باز دیر نکردم که استاد، من اومدم. صبر بده خدایا. یکم بیشتر به هم نزدیک بشیم، خیلی خوبه. خب حالا دستتونو بذارین اینجا، یکم به هم نزدیکتر بشیم. بهار خانم بفرمایید. سونه خان چرا اونجا وایسادن؟ پارتنر ندارم. اینجوری که نمیشه، نباید بین هنرجوهاتون فرق بذارین، باید با همه یه جور برخورد کنین. لطفاً طوری که با بقیه برخورد میکنین با سونر خان برخورد کنین. چی کار میتونم بکنم؟ پارتنر نداره دیگه. شما که هستین بهار خانم، شما همراهیش کنین. سونر خان لطفاً تشریف بیارین. بهار خانم با شما میرقصم. واقعاً؟ گراسیاس استاد، گراسیاس استاد. فقط از رو اجباره تا زمانی که پارتنر پیدا کنین. گراسیاس. خب شروع میکنی. وامس. دستتون رو باید اینطوری نگه دارین. حالت ایستادنتون رو درست کنین و فقط تمرکزتون رو پارتنرتون باشه. باید خیلی جدی و قوی قدم بردارین. محکم، قوی و با اعتماد به نفس کامل قدم برمیدارین. این چه حالتیه؟ چرا اینطوری نگاه میکنی؟ جدی نگاه میکنم، با اعتماد به نفس دارم. اومدین اینجا برقصین یا دعوا کنین آقا سونر؟ دلیل این که میگم جدی و قوی باشین اینه که باعث بشین پارتنرتون یه رقص خوب و آرامش بخش داشته باشه. تانگو یعنی همین، یعنی وقتی دو نفر با هم دیگه میرقصن روحشون رو باید با هم دیگه یکی کنن. ای خدا، بیا ببینم. باش. آقای جان،
اکرام اکرام آمبولانس خبر کنید اکرام خوبی؟ حالت خوبه؟ من اینجا یه قطعه باز کنم عشقم عشقم من اینجا همه چی درست میشه خیالت راحت باشم میگم آمبولانس خبر کنید آخ اینجوری نزدیک همیم داریم پامو لگد میکنین یکم دقت کنین یکم دور شین خانم چقدرم خوش دستین ماشاءالله هم دیگه نزدیک بشین نزدیکتر لطفا اما بهار خانم به حد کافی به هم نزدیک هستیم نه نه کافی نیست نزدیکتر خیلی بهتره کلاس تموم شد دوستان خسته نباشید ممنون خیلی ممنون استاد خیلی ممنونم خانم آقا سونر نظرتون چیه با هم یه قهوه بخوریم خونم هم همین نزدیکی نه قربون دستتون من نمیتونم چون که سرم خیلی درد میکنه شرمندتونم ببخشید سونر خان میشه یه لحظه بیاین اینجا بفرمایید خانم معلم چقدر بهش پول دادی؟ متوجه نمیشم خودتو به اون رو نزن چطور ممکنه کلاس ایروبیک یهو تبدیل به کلاس تانگو بشه چقدر پول دادی به رئیسم؟ شما اگه همه چی رو به من ربط ندین نمیشه تازه مگه بهتر نشد چه میدونم ایروبیک خیلی سخته خیلی بیروهه تانگو یه احساس منحصر به فرد داره در ضمن با روحیه منم خیلی سازگاره پس اگه میتونین روحیتون رو یکم ذخیره کنین بله متوجه نمیشم میگم روحیتون رو بیشتر از این هدر ندین دم در وایساده چطوری برم بیرون شما که با اون قیافه جذاب و وحشیتون یه زن و مسخ خودتون کردین حالا میخواین از اینجا فرار کنین و برین این زشته بهار داری چی کار میکنی بهار استاد این موضوع رو الو هاکان کارولین من الان بیمارستانم پیش بابات حالش چطوره؟ مشکلش از بیماریشه اما الان بهتره ما یکم دیگه میریم خونه باشه اگه اتفاق مهمی بیفته باهات تماس میگیرم و بهت خبر میدم باشه دیگه باید قطع کنم